برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان برنامه با دکتر جواد نفیسی هر پنجشنبه ساعت هفت شب از رویال تایم تیوی من دکتر جواد نفیسی هستم و خدمت شما بینندگان گرامی سلام عرض میکنم در برنامه درد دل روان امشب که روزهای پنجشنبه به ساعت هفت شب به وقت لس آنجلس پخش میشه و دوازده ساعت بعد هم باز پخش داره به دنباله برنامه هفته قبل که راجع به این موضوع صحبت میکردم که چطور میشه که بشر نمیتونه در مواقعی با سراحت کلام صحبت کنه به طور مستقیم و مجبور میشه که در لفاف صحبت کنه به طور غیر مستقیم صحبت کنه از این بین از این در به اون در بزنه و از اون چیزی که براش درد آوره و یا استراب آوره با پوشیدن روی اون فرار بکنه و دنباله همون صحبت رو من با شما بینندگان گرامی ادامه میدم و تاکید میکنم که علت این که ما ترجیح میدیم که کاوراب کنیم و یه رو پوشی بذاریم روی بعضی چیزها که نمیخوایم بروز پیدا کنه یه استرابیه که اونجا قوتوره در درون ما و اون استراب به این علته که ما حس میکنیم اگر رسوا بشیم اگر اون چیزی که در درون بشکافه بیاد رو بشه اون موقع ما یا مورد تحقیر قرار بگیریم یا ما رو مسخره کنن یا روی ما قضاوت بکنن یا ما رو ترد بکنن یا اینکه عکس عمل خشمگینی نسبت به ما, ما داشته باشن و در بسیاری از این موارد اون چیزی رو که ما وحشت داریم ازش حقیقت نداره یعنی اون خود ما هستیم که تمایل داریم به قضاوت کردن و تغییر کردن و یه چیزایی رو به صورت غیر قابل قبول بهش نگاه میکنیم و اگر اینکه اونها رو در کسی دیگه ببینیم اونطوری که خودمون حدس میزنیم به ما واکنش داده میشه ما که به اون طریق در درون واکنش نشان میدیم و در نتیجه میگن کافر همه رو به کیش خود پندارد ما فکر میکنیم همه هم مثل ما فکر میکنن و عمل میکنن و واکنش نشان میدن در نتیجه اگر ما بخوایم رو راست باشیم در اجتماع با نزدیکان با اعضای خانواده با دوستان باید اول ببینیم راجع به این استرابی که اجازه نمیده ما رو راست باشیم و صادق باشیم چی کار باید بکنیم اینجا من دارم صحبت میکنم با این حالت روپوشی و کاوراپی که جزو شخصیت ما میشه و متاسفانه در هموطنان ما بسیار شایه که یا حالت مارمولکی از این شاخه به اون شاخه بپریم و و حتی مقدار از اون حقایقی که دردناکی یا غیر قابل قبوله فرار کنیم به جای اینکه با اونها روبرو بشیم و با واقعیت و حقایق احساسی و عاطفی و افکار و عقاید خودمون مستقیما روبرو بشیم حالا ببینیم چی کار میشه کرد که یه جامعه ای بتونه با سراحت صحبت کنه صادق باشه از این شاخه به اون شاخه نپره و سعی نکنه که موقعی که سوالی ازش میشه از زیر سوال یه جوری در بره و اون چیزی رو که نمیخواد حس بکنه به هر عللی اونو زیر قالی نزنه حقیقت امر اینه که ما هر چقدر تا طول عمرمون از اون چیزی رو که برای خودمون ناخواسته است و ناخوشایند و درناک و غیر قابل قبوله زیر قالی زدیم اینا اونجا مونده اون جایی نمیره و یه روزی تو زندگیمون بهتری که این قالی رو بالا بزنیم و ببینیم اون زیر ما چی پس زدیم و زدیم اونجا روان بشر در ابتدای زندگی یاد میگیره که برای اینکه بتونه زنده بمونه و گیر نیفته و درد نکشه باید به صورت به خصوصی رفتار بکنه و تمام اون مکانیسم ها و منور هایی که ما خیلی زود تو زندگی یاد میگیریم که به کار ببریم که گیر نیفتیم یا اینکه مقصر خطاب نشیم یا اینکه تنبیه نشیم یا اینکه در خطر نیفتیم اونا همه یک مکانیسم های دفاعیه که بعضی از اونها برای ما مفیده و برای جامعه همون ممکنه مفید باشه ولی بعضی از آنها برای ما سمی و مزره متاسفانه در ابتدای کودکی ما یک مقدار از این مکانیسم های دفاعی رو به کار میبریم که برای ما در بزرگسالی خیلی مذر میشه یکی از شایدترین اونها که بچه های خیلی کوچک به کار میبرن یک حالت فرافکنی و پروژکشنه که هر چیزی اتفاق میفته اونو به گردن یکی دیگه میندازن اگر میزنن ظرف شیر رو میندازن پایین میگن ببین چی کار کردی به اون این کار کرد تقصیر من نبود تقصیر کسی دیگه ای و اونا مثل این تفلان که تو آشپزخونه هست که هیچی بهش نمیچسبه اجازه نمیدن هیچی بهشون بچسبه همه چیزو منعکس میکنن و تقصیر کسای دیگه میدوزن مکانیسم دیگه ای که خیلی شایع در بچه ها به کار میبرن انکاره انگار که همچین اتفاقی نیفتاده خصوصا موقعی که یه چیزی دردناکه مکانیسم های دیگه ای که بچه ها به کار میبرن در درون خود ریختنه و نمیذارن که اون اون چیزی که در درونشون دردناکه یا غیر قابل قبوله به بخش آگاه بیاد و اونو حس و لمس و تجربه کنند و در زن با دیگران سهیم بشن میرن به در گوشه و کنارگیری میکنن و در یه انزوای خودشون نگه میدارن از ترس اینکه اگر رو بشه اون موقع عواقبش بدتر خواهد بود و همچنین مکانیسم های دفاعی دیگری هستش که به کار برده میشه و متاسفانه در بچگی گرچه براشون لازمه که بتونن سروایو کنن و زنده بمونن ولی در بزرگسالی دیگه به اون مکانیسم ها احتیاج نیست چون دیگه انقدر شکست پذیر و ضعیف نیستن و اون دیگه میتونن رو پای خودشون بیستن و نیازات و خودشون رو برابرده کنن ولی اون چیزی که خیلی زود تو زندگی ما رفت تو تار و پود وجود ما تار و پود روان ما اون ادامه پیدا میکنه و برای ما میشه خیلی عادی که همون مکانیسم ها رو ما بعدا تو زندگیمون حتی در بزرگسالی هم به کار ببریم و اون میتونه برای ما بسیار گران قیمت تموم بشه و تمام هدف روان درمانی و روان کاوی در اینه که ما بتونیم این مکانیسم های دفاعی رو که با هم دیگه جمع شده و یه نیروی مقاومی رو به وجود آورده که اجازه نمیده که کسی به ما نزدیک بشه و مثل یه دیوار جلوی ماره اونو کنار بزنیم و ببینیم اون تو چی شده چرا اینقدر استراب، انقدر ترس، انقدر افسردگی وجود داره اینقدر وحشت از نزدیکی عاطفی وجود داره که ما نمیتونیم صادقانه با کسی رو به رو بشیم و هرچی هست بذاریم بشکافه بیاد به سر و با هزار دوز و کلک سعی میکنیم که اون چیزی که تو در درونمون پنهان بمونه و بعدا یه فسادی یه روکاری نشون بدیم که ما فکر میکنیم مورد پسند دیگرانه ولی همش میشه یه فساد قلابی یه روکار قلابی و اون چیزی که در درون ماست اونجا میمونه و ما رو زرج میده و اولین وظیفه هر درمانگری که میخواد درگیر بشه و این بخش ناآگاه و به آگاه بیاره و یه نوسازی و یه بازسازی در عمق روان انجام بده که تمام علائم دیگه برای همیشه از بین برن اینه که اول تمام این مکانیسم دفاعی مجموعه رو و تمام اون سازمانی که میخواد اینا نگه داره و نذاره کسی بهش نزدیک بشه اونو از میان راه برداره و برای این مهارت و حضاقت و تجربه لازمه و مهمتر از همه روان اون درمانگر خودش باید انقدر تمیز و پاک باشه که بتونه صادقانه درگیر بشه و مثل شیرجه بزنه تو این پروسه درمانی و کمک کنه که درمانجو هم درگیر بشه و با همدیگه این دیواری رو که یک زمانی براش محافظ بوده ولی الان بسیار سمی و مزره اونو از جلو بردارن و این کار باید در اسرع وقت صورت بگیره ولی مادام که این روکار اونجا هست این دیوار اونجا هست اگر درمانگر بدون اینکه این, این دیوار رو برداره و ببینه در بخش ناآگاه چه خبره فقط از روی علائم یه حدسایی بزنه یه فرضیه هایی رو به کار ببره و به درمانجو بگه که تو اینجوری کردی به علت اینکه مادرت اینجوری بوده یا پدرت اینجوری بوده یا به صلاح آنالایز کنه و تحلیل گری بکنه در مورد اینکه چه عواملی باعث شده که این علائم به وجود اومده یا این اختلالات شخصیتی به وجود اومده اینا همش میشه فرضیه حتی اگر درست هم باشه این دردی روا نمیکنه چون خود فرد نتونسته ببینه اون تو چیه فقط شنیده شنیده که من اینجوری رفتار میکنم برای اینکه پدرم اونجوری بود یا من اینجوری میکنم برای اینکه مادرم اینجوریه یا اینکه برای اینکه سنم انقدره و اطرافیان هم سنشون بیشتر بوده کمتر بوده فلان و فلان این دردی دوا نمیکنه حتی اگر اینکه درستم باشه مگر اینکه ما آنلاک بکنیم قفل ناخداگاه رو باز بکنیم و ببینیم اون تو چی این همه سال دفن شده و بعدا خود درمانجو ببینه که مثلا سه سالگی چه اتفاقاتی افتاده اون احساساتم هم همه حس بشه و لمس بشه و به سطح بیاد که به صلاح تاکسینش اون سم گرفته بشه و بعدا استراب از بین میره علائم بیماری همه از بین میره ولی مادام که اون احساساتی که مربوط به سه 4، 5، 6، 7، 8 سالگیه اونا همه تجربه نشه و حس نشه و سر جای خودش گذاشته نشه ما فقط به صرف اینکه به یک کسی بگیم که علت بیماریش چیه دردی دوانه میکنه در مورد بیماری های جسمی هم همینجوره ما وقتی پیش یه پزشک میریم فقط و فقط برای این نمیریم که اون پزشک به ما بگه که چرا مثلا ما سردرد داریم یا دل درد داریم ما میخوایم علتش رو بگه و بعدا اون ریشه و ال... اون ریشه کن کنه از اون علت رو به کلی از بین ببره اون چیزی که باعث استراب شده از بین ببره و این تنها راهیه که به نظر من میتونیم ما ریشه کن کنیم و علت هدف درمان قرار بدیم حالا مادام که این استرا وجود داره که فردی حس میکنه که اگر من رو راست باشم و اگر من با سراحت صحبت کنم اگر من واقعیت و حقیقت رو بگم بعد نتیجهش برای من بسیار دردناکه خب اون فرد مسترب خواهد بود و سعی میکنه که از اون شرایط فرار کنه من در برنامه قبل به توجه شما آوردم که یکی از هموطنانی که با خانمش اشکالات زناشویی داشت و یکی از اشکالات این مرد انزال زودرس بود ولی نمیخواست من راجع بهش صحبت کنه و من موقعی که از اون میپرسیدم که خب این اشکال جنسی شما چطوره ایشون از این شاخه به اون شاخه میزد و بلافاصله استرابش رفت بالا و چشمش از من دور شد و صداش عوض شد و به پته پته افتاد لازمه که در اون لحظه من یک ارزیابی بکنم از اینکه آیا این مرد توانایی اینو داره که این استراب بیشتر رو تحمل بکنه که من بتونم فشار بیشتری در اونجا بگذارم و ببینم چیه که این مرد داره ازش فرار میکنه یا اینکه به علت صدماتی که خیلی زود تو زندگی به این مرد وارد شده ایشون استرابشون به ازولات ارادی نمیره مثلا میره به ازولات صاف و یا میره به اختلالات عقلانی که در اون صورت من خطرناکه اگر اینکه فشار بیارم روی ایشون که چرا جواب سوال من نمیدی درست برعکسش من باید با ایشون همکاری کنم که از زیر سوال دره برای اینکه میتونه براش عواقب بدتری رو ایجاد بکنه و اون موقع باید یه بازسازی عمیق کرد یعنی اصلا این موضوع رو به کلی بذاریم کنار چون خیلی استراب و توانایی تحمل اون رو نداره و به تدریج ظرفیت این مرد برای تحمل استراب بالا برد و زمانی که به مرحله رسید که دیگه میتونه روبرو بشه با حقایق و واقعیت زندگیش و احساساتش اون موقع برگرده ایم به همین نقطه و اونجا رو حالا میتونیم باز کنیم چون الان دیگه چراغ سبز ما داریم که میدونیم میتونه تحمل کنه و اشکالی پیش نمیاد ولی در اکثریت جامعه بشری تحمل استراب اونقدر هست که میشه با فشار به اونها گفت که ببینید من از شما میپرسم شما رابطه جنسیتون با خانمتون چطوره شما راجع به زیبایی خانمتون صحبت میکنید راجع به اینکه چقدر پول خرج میکنه صحبت میکنید و چقدر سریع از زیر سوال من در میرید و بعدم به توجه ایشون بیارم که علت اینکه ایشون از زیر سوال در میره برای اینه که استراب ایشون برانگیخته میشه چون این افراد آگاهی ندارن از اینکه استرابشون بالا رفته و واسه همینه دارن از زیر سوال در میرن. و ما باید مثل یه بچه ای که دستشون میگیرین راه رفتن رو بهشون یاد میدید یا مثل یه کودکی که میخواد یاد بدید چجوری مثلا با قلم رنگامیزی بکنه روی یه کاغذی دستش هنوز کنترل نداره همه جا میره باید دستش بگیرید بگید اینجا قرمز اینجا زرد اینجا سبز یادش بدید با همون حوصله باید به این افراد کمک کرد که اینها متوجه بشن که چه بلاهایی دارن سر خودشون میارن خودشون و هیچ آگاهی از اون ندارن و بعد از اینکه من فشار آوردم روی ایشون در مورد اینکه از زیر سوال در نرن و برای من بگن رابطه جنسیشون با همسرشون چطوره اون چیزی که نمایان شد اینکه ایشون انزال زودرس دارن و این سبب اشکال بزرگی در زندگی زناشوییشون شده و رابطه جنسیشون با همسرشون شده و بعدا اون چیزی که روشن شد این که ایشون وحشت داشتن از اینکه اینو به من بگن چون فکر میکردن اگر به من اینو بگن من مردانگی ایشونو زیر سوال میبرم و ممکنه در چشم من حقیر دیده بشن چون یک همچین اشکالی دارن و ببینید اینا دیگه همش پروجکشن و فرافکنی ایشونه به من چون من نه قضاوتی میکردم در مورد ایشون نه تحقیری میکردم و اگر شما ایشون با من رو راست بودن نتیجهش این میشد که من زودتر میفهمیدم درد چیه اشکال چیه و میتونستم ایشون رو بشناسم و بعد از شناختن ایشون میتونستم برای ایشون مصمار سمر بشم و به ایشون کمک بکنم بعد اون چیزی که رو شد این که خیلی زود تو زندگی ایشون یک برادر بزرگتری داشته که مادرش همیشه اونو تحسین و تمجید میکرده و اینو همش تو سرش میزده و میگفته ببین برادرت چقدر خوبه تو چرا نمیتونی مثل اون باشی و این حالت تحقیر در درونیشون از کودکی جا گرفته بوده و متاسفانه بعد از اون مادر ایشون با زنی ازدواج میکنه که ایشون هم مرتب ایشون رو تحقیر میکردن و یکی از طرقی که ایشون رو تحقیر میکردن این که همسر ایشون یه برادری داشتن که این برادر خیلی از نظر مادی موفق بود و همسر ایشون موفقیت برادرش رو مرتب تو صورت ایشون میمالونده و ایشون رو تحقیر میکرده و نتیجه همه این احساسات خشمی که در درونشون مدفون شده بود به این صورت بود که اختلالات جنسی و انزال زودرس و برای ایشون به وجود آورد نتیجتاً بسیار مهمه که ما ببینیم چجوری دو تا مسلس از رابطه رو همدیگه خوابیدن و من یکی یکی اینها رو به توجه شما میارم ببینید مسلس زمان حال در رابطه با همسرشون اینه که همسرشون تو یه زاویه مسلسه برادر زنشون که موفقه توی یه زاویه دیگه است خود ایشون توی یه زاویه دیگه این مسلس و اون کسی که حقیر میشه ایشونه تو این مسلس رابطه و اون کسی که روی پدستول گذاشته میشه و بالا برده میشه و تحسین و تمجید میشه برادر زنه این مسلس حالاست حالا بریم مسلس اولی رو نگاه کنیم که از سه چهار سالگی خاطره دارن ازش که مادر یه زاویه این مسلسه برادر بزرگتر یه زاویه دیگه این مسلسه مادری ای که داره تحسین میکنه برادر رو و تحقیر میکنه ایشونو یه زاویه دیگه است این دوتا مسلس چجوری رو هم میفتن متاسفانه زندگی این افراد همش میشه اینجور مسلس ها که همیشه مورد تحقیر قرار میگیرن و اگر اینها به بخش آگاه نیاد و در منجو آگاه نشه از اینکه چه بلایی زود تو زندگیش سرش اومده و بعدا چجوری از اون به بعد خودش برنامه ریزی کرده که همون وضع ادامه پیدا بکنه درمان امکان پذیر نیست و بعد از اینکه این به نو نوسازی و بازسازی در عمق روان صورت گرفت و ایشون آگاه شدن که احساسات و خشم عمیق ایشون نسبت به اون مادری بوده که هیچ حساسیت به چهار پنج سال کوچکتر بودن اون از برادرش نداشته و از این کودک توقع داشته که هم پای برادره بتونه را بره بدوه همه رو در سایی که اون چهار پنج سال بزرگتر بوده و به صورت یه حالت بسیار ظالمانه ای روی این کودک فشار می آورده که بتونه با برادر چار پنج سال بزرگتر از خودش رقابت بکنه و از این به بعد دیگه درمان بسیار راحتتر و سریع به طور عمودی میره بالا به طرف موفقیت برای اینکه ایشون دیگه هیچ موقع اجازه نمیده که کسی اون بلایی که مادر سرش آورد سرش بیاره ولی میبینید اینجا من در ابتدای جلسه به ایشون نگفتم در جلسه اول که ببین تو اشکالت باز خانمت به این علته که با مادرتون اشکال داشتی و اگر این هم میگفتم هیچ دردی دوا نمیکرد. ایشون باید بازکش بازگشایی ناآگاه بخش ناآگاه صورت بگیره خاطرات سه سالگی، چهار سالگی، پنج سالگی، 6 سالگی همه به سطح بیاد احساس خشم و غم و گناه و همه بیاد به سطح بعد دیگه اصلا احتیاج نیست که من به ایشون بگم مادر تو چی کار کرد و حالا چی میشه ایشون خودش داری میبینه نه تحلیلی ایجاد لازمه نه آنالیسیسی لازمه خود فرد میبینه که چه بلایی سرش اومده و چه خودش اون وضع و ادامه داده و برنامه ریزی کرده تا به امروز من در اینجا به خاتمه برنامه رسیدم و برای شما بینندگان گرامی آرزوی سلامت جسم و روان میکنم شب خوش درد دل روان برنامه با دکتر جواد نفیسی هر پنجشنبه ساعت هفت شب از رویال تایم تیوی